سلام، به برنامه نگاه سیاسی روز خوش آمدید. انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران پیش از آن که از نظر امکان ایجاد گشایش در فضای سیاسی و بهبود سطح رفاه اقتصادی مردم مورد توجه باشد، در واقع یک همه پرسی سراسری علیه ولایت فقیه و سیاست‌های نظام بود که ایران را از نظر اقتصادی ورشکسته و از نظر سیاسی در صحنه بین المللی کاملا منزوی کرده است. اجرای سیاست‌های ضد کارگری مقامات جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای کسب قدرت تا به امروز ادامه یافته، اکنون به صورت سیستماتیک زندگی و معیشت میلیون‌ها شهروند طبقه متوسط و خانواده‌های کارگری در ایران را به مخاطره جدی انداخته است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی در فضای ناسالم موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیر مولد برده است. بحران اشتغال و وضعیت ناگوار معیشت و همچنین دستمزدهای پرداخت نشده که بخش اعظم آن نتیجه وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه سیاست‌های مخدوش و مخرب هسته‌ای نظام است، در کنار عواملی همچون سرکوب حق تشکل‌های مستقل کارگری در شرایطی عمیق‌ترین زخم‌ها را بر پیکر مولد جامعه و امنیت اقتصادی و روانی آن وارد می‌کند که صاحبان کار و سرمایه حکومتی بی‌شرمانه و به جای نمایندگان واقعی میلیون‌ها کارگر ایرانی بر کرسی‌های سازمان جهانی کار تکیه می‌زنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به حضور نمایندگان دولتی در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار که امسال از تاریخ 5 الی 20 ژوئن در ژنو برگزار شد، ضمن رد صلاحیت افرادی که از سوی وزارت کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران به نشست سالیانه اعزام شده بودند، نوشته است: همان گونه که خود نیز به خوبی می‌دانید، اندک تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران همیشه تحت شدیدترین فشارها قرار داشتند و در طول سال‌های گذشته بسیاری از اعضای این تشکل‌ها یا از کار خود اخراج شده‌اند و یا به زندان افکنده شده‌اند و به بهانه‌های مختلف تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. با این حال و علارغم اعتراضات گسترده‌ای که از سوی سازمان‌های کارگری در سطح جهان نسبت به نقض حقوق پایه‌ای کارگران در ایران صورت گرفته، فشارها بر تشکل‌های موجود و فعالین آنها دامنه بسیار بیشتری پیدا کرده است. سازمان بین‌المللی کار در سال 1998 میلادی 8 مقابله نامه را به عنوان استانداردهای مربوط به حقوق بنیادین بشر در عرصه کار به شکل اعلامیه جهانی تصویب کرد. این مصوبه تحت راهبرد کار شایسته و با نام اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار مطرح است. اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار جزء اسناد حقوق بشری سازمان بین‌المللی کار محسوب می‌شود و همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه جهان شمول دارد و همه کشورهای عضو موظف به اجرای آن هستند. از میان 8 مقابله نامه بنیادین کار، حکومت اسلامی تا کنون تنها به 5 مقابله نامه ملحق شده و اکنون از الحاق به مقابله نامه های مهم و تعیین کننده در راستای روابط میان دولت و جامعه کارگری از قبیل آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی، حق تشکل و مذاکره جمعی و مقابله نامه و نهایتاً حداقل سن مصوب به کار و اشتغال خودداری کرده است.